چون آینه ی روم رومه میپیچه تو خاطر من عطر خوبه با تو بودن تا به عبد آرزومه اونجا هم با ما عقده پیدا کرده. الان هر روز بچه‌های ما رو دارن اطلاع دعوت می‌کنن. هر روز الان برای فردا بیچاره سیامک بخواد بره کی بره؟ امروز خانم کرمی رفت. خب حقیقتاً ببین می‌برن می‌کشونن اونجا میگن که دکتر سایان چرا آدم زیاد میاد؟ برای چی رایگان یاد میده؟ من با این بچه می‌خوام چیکار کنم؟ می‌خوام چه فرقی تشکیل بدم؟ این بچه‌ها رو ببینید عرق می‌ریزم خیس خالی میشم میام اینجا از چه مسیری میام؟ هر روز اطلاعات داره شاگردای ما رو میخواد که از یکیشون آتو بکشه بگه بنویس همش هم می‌نویسن امضا میکنن ایشون نوشته اون یکی نوشته همه رفتن که چی منو دستگیر کنن. 3 سال من دارم اینجا عرق می‌ریزم. اینو من به شما گفتم خواهرای بنده گفتم که اینجا در جمع بدونید دکتر سایان نه از کسی ترس داره جز خدا نه این چیزا میترسه. فقط خواستم بگم حقیقت اینه. اگر فردا برای من اینا دارن صفحه میخوان شرط درست کنن میدونم دیگه قلبم آگاهی میده. این مدت این همه خانم اومدن مثل ناموس ما بودن، مثل خواهر ما بودن. پسرایی که پیش ما هستن اینه برادر شما بودن. اگر کوچکترین شخصی از شاگردای من یا خود من نگاه ناپاکی به کسی خانم داشته تا به امروز مرد نیست نگه. اگر کسی در جمع ما وجود داشت خانمی باشه بگه دکتر سایان من اینجوری نگاه کرد. مثلا دکتر سایان تلفنم نداره با اینا حتی اس ام اس شما ببینید. خدا خودش میدونه من اگر روزی باشگاه ها رو تعطیل کنم که اینا میخوان خیلی از بچه ها به فساد کشیده میشه. شما اونجا دیدی چقدر جمعیت هست و اینها چیزایی هست که دوست دارم. شما هستین من میام اینجا میشینم دیگه اصلا نه حرف بخوایم بزنیم تمام کلام و همه چی شما همین شاگردای شما من برای دونه به دونه اینا لاحول میکنم وقتی حرکت انجام میدم. یعنی انگار قلب من داره از سینه در میاد وقتی اینا رو میبینم. با خودم تصور میکنم خدایا اگه اینجا نبود اینا الان کجا میخواستن باشن. وقتی میبینم اینا اومدن تو این سن به همه‌شون انقدر روحاشون بزرگه من اصلا جلوشون باید تعظیم بکنم. اینا همه ثمرهای زحمتای شماست. باور کنید وقتی اینا تمرین میکنن من الان 1 سال و نیم قرص افسردگی میخورم. از روزی که اومدم اینجا قرصمو کردم 1/4 فقط به امیدی که دارم میام اینجا میخوام سلامت بشم. به اینا نگاه میکنم میرم خونه میگم من باید قرصمو بذارم کنار. من باید قرصمو بذارم. منی که قبلا سیگار میکشیدم، گل میکشیدم، هشیش میکشیدم ولی وقتی مادم شستاد یه لب به این سر زدم فهمیدم زندگی کجاست، فهمیدم چی کجاست، برای چی من بیان اینجا رو جمع کنم. من بدبخت میشم اگه اینجا رو جمع کنم. منی که نه پدر نه مادر برای مردش خواهره، نه خواهر نه برادر، هیچ کی برای مردش خواهره. من تو دنیا تنها کسی که منو دوست داره استادم به خدا، هیچ کس. حتی پدرم که همین چند وقت پیش باش دعوام شد سر اینکه من بیمارستان نبردم بچه شد به من 1000 تومن خرید کرد
ولی استاد برد برام بهترین بیمارستان، برد برام دکتر دوا، برای برد به خدا قسم برای من کم نداشت استاد. استاد اسمش نمیشه داشت استاد، باید بهش بگی پدر، پدری که میاد برای من این کارا رو میکنه. ولی که قبلا بگیر دوربین رو من، کسانی که بشناسن همه برای حقیقت له له میزنن. حقیقت در جامعه کنونی ما مرده و هر کسی هم خوبه شک میکنن. من نمیخوام سمتی داشته باشم، دوست داشتن منم سمتی داشته باشم، خیلی دوست داشتن که با تیمی باشم، با خودشون باشم. من هیچ ارگانی نرفتم سمت بگیرم، من جوانیم زدم. با تمام این تفاصیل اینها اینم ببینن میگن چه بازیگری این دکتر سایا، اینم ببینن میگن این دکتر سایا عجب زرنگ حرفه‌ای اومده با احساسات خانوما بازی میکنه، با این بچه‌ها بازی میکنه. نه، هر جا اسم حقیقت بیاد قلب میتپه، اونجا دیگه ذهن و چشم و عشق خود به خود نیست، قلب میشکنه. من حقیقت رو به شما گفتم، من نه بازیگرم. آقا چه نیازی دارم بعدشم اینجا جمع بشه؟ هیچی از من کم نمیشه. فوقش من میرم این همه کشور به من منتظرم برم کشورهای دیگه، این همه کشور. ولی من گفتم تا موقعی که زنده‌ام خدمت کنم به بچه‌های خودمون، اگرم قرار شد بمیرم بخوام که خودم بمیرم. این همیشه حرف من بود، در همینجا بمیرم. خب ولی خیلی راحت میتونم دست از این کار بکشم برم منم جوانی میکنم، زندگی میکنم، اما نمیرم. دلم میخواد در کنار این بچه‌ها باشم تا موقعی که ابلیس صفت‌ها و شیطان صفت‌های مثل شما در مورد ناموس صحبت کردید. من انقدر بزرگ نشده که اصلا ناموس رو تشخیص بدم. میگم من اخلاقم شبیه دکتر سایان شده. میگم برای چی من وقت دارم؟ بیافت من مثل استاد سایان ناموس رو دوست دارم. استاد سایان گفته بی ناموس خیلی بده. منم عاشق ناموسم. آره؟ آره. آفرین تو یه جوانمرد ناموس پرستی. باریک. ناموس با خانم گفتم استاد سایان کسی که دستش رسیده به خدا. انقدر که وجودش روحش پاکه، ولی انقدر خم شده، انقدر خم شده که کسایی مثل من، مثل پسر من بتونه پا رو کمرش بذاره، دستشو ببره بالا. من واقعا به وجود شما افتخار میکنم. در هر لحظه، هر جایی از این دنیا، از این مملکت باشه، هر اتفاقی برای شما بیفته، اصلا نه جون خودم، نه بچه‌ام، نه هیچ کس برام مهم نیست. هر کاری بتونم برای شما انجام بدم. دا این باشه معشیتش اینه که ما باشیم و در کنار شماها و شما هم این راه ادامه بدید. چرا گریه میکنی خانم؟ من چون دیدم اینجا رایگانه و دلم خیلی به حال بچه های سرخ که مثل بچه من هستن، یه ضعفی یه کاسی تو زندگیشون وجود داره، خواستم بیان اینجا. این سرپرستشون خودت؟ بله، سرپرست بچه من هستم. من اومدم اینجا دیدم بود معنوی داره. خیلی برام مهم بود که مثلا استادشون واقعا به فکر تربیت بچه ها، اخلاق بچه هم هست. به خاطر همین آوردمشون و واقعا شما رو دوست دارم و خواستم بچه های دیگه هم همینجا باشن، چون خیلی ازم مثل بچه های من مشکل دارن. به هر حال این بچه ها با یک نفر دارن زندگی میکنن، خیلی مشکلات امکان داره تو زندگیشون باشه. منی که مادرم نتونم بگم، ولی وقتی به شما نزدیک میشن، مهربونی شما رو میبینن، بتونن به آرامش برسن. بشینه الان پسر من 15 سالشه، یه باشگاه نرفته، این وضعیتشه. اصلا واقعا خودم میگم چرا بچه من اینقدر شده، ولی اول وقت اومده اینجا قد لحظه شماری میکنه ساعت باشگاه برسه بیاد. بساز خودم جای قیام میتوان
توانستم هزاران جوان و نوجوان را از اعتیاد به سوی علم و ورزش هدایت کنم.